با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان در سی دقیقه پیش روی بیننده برنامه خبری تحلیلی آنسوی خبر هستید که مروری شامگاهی بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته تا بازخانی سرفصل اهم مطالب و گزیده های امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت نخست مروری خواهیم داشت بر چند عنوان اصلی و مهم رویدادها باستاب گسترده اظهارات سخنگوی قوه قضایی ایران مبنی بر جمعوری ادله برای پرونده احمدی نژاد تنها یک روز پس از زندانی شدن رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد همینطور فعل و انفعالات کابینه روحانی در مبارزه با بحران زیست محیطی جنوب ایران موسوم به پدیده ریزگردها و واکنش ها به کشدار 21 تن از قبطیان مصری از سوی داعش با حمله هوایی ارتش مصر علیه این گروه تروریستی و شورشی اهم مطالب و موضوعاتی بودند که از سوی رسانه های بسیاری در سطح گسترده و همینطور وسیطر منتشر شده بود اظهارات محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه که هر از چندگاهی به تناسب مسائل قضایی در میان خبرنگاران در شکل مصاحبه مطبوعاتی صورت میپذیرد حاوی نکات مختلف بود که از سوی رسانه های بیشماری به تناسب جهت و سویه های سیاسیشان بازتاب یافته بود. محسن اجعی در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده محمود احمدی نژاد نحوه اطلاع رسانی درباره آن و اینکه در یک سال اخیر به طور کلی گفته شده پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است این گونه جواب میداد که من درباره این پرونده گفتم که به لحاظ مسئولیت ایشان پرونده به دادسرا نرفته بلکه مستقیما در دادگاه مطرح شده است ایشان در ادامه این گفتگو اشاره میکرد که دادگاه در حال رسیدگی و جمعآوری ادله است و رسیدگی به پرونده هنوز نهایی نشده است. از سوی دیگر روزنامه های مختلف نیز به این مصاحبه مطبوعاتی نسبتا جنجالی امروز واکنش های خاص خود را داشتند. از جمله کیهان با نادیده انگاری تمام فسادهای رو شده در دستگاه های مورد حمایت خود در تیتری باز دست به فرافکنی زده بود و می کوتاهی بانک مرکزی در پیگیری معوقات بانکی که در واقع می کشید از بار رسوایی های این روزهای اردوگاه اصولگرایان تا حدودی بکاهد و اما روزنامه آرمان نزدیک به طیف مردان عملگرای هاشمی اما سلب صلاحیت پنج قاضی رو عنوان اصلی این سخنان اجعی ای برگزیده بود شرق هم روزنامه میان روی نزدیک به طیف تحول خواهان جمعوری ادله برای پرونده احمدی نژاد رو بر صدر صفحه نشانده بود که همه اینها بیانگر موازه سیاسی, سیاسی و رسانه ای روزنامه های مذکور است سخنگوی قوه قضایی در این نشست خبری بخش اعظمی از مصاحبه خود رو به جزئیات و فراز و فرود اتهامات رحیمی همینطور چگونگی اخذ رشوه و چگونگی روند محاکمه ایشان اختصاص داد و در بخش از این صحبت ها می گفت که به لحاظ جایگاه محمد رضا رحیمی این موضوع در هیئت سنفره قوه قضایی که شخص این جانب دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضایی در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام مهرس شد اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع رو بیان کردیم صحبت هایی رد و بدل و بحث هایی شد که لازم به تحقیق است ایشان قبول نکردند. یعنی این مسائل رو باور نمی کردن و طبیعتا با احزار ایشان هم موافق نبودند ولی اسناد بگونه بود که نمی شد موضوع رو مقفول گذاشت و اما در ادامه محسنی اجعی به ماجرای ممنوع و تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات نیز اشاره کرد و در پاسخ به خبرنگاری که درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیر مسئولان و مدیر مسئولان رسانه ها و همینطور ممنوعیت به کار بردن اسم تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات پرسید اظهار کرد که اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضایی به عنوان سران فتنه محسوب شدند دستگاه قضایی و دادستانی میتواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند ایشان در این خصوص ادامه میداد که در مورد همین فرد مورد نظر شما منظور محمد خاتمی دستور داده که رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان رو منتقل کنند دادستانی تهران این اقدام رو انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد که عملا محمد خاتمی رو نیز در رده سران فتنه قرار دادند و فعلا حصر رسانه ای رو شامل حالش کردهاند. در هر روی مصاحبه ای بسیار طولانی بود که محتملا همکاران ما در گروه گزارش به شرح جزئیات بیشتر آن خواهند پرداخت. اما نکته ای که برای خبرنگاران بسیار متوجه واقع شده بود واکنش ای به ویدئو کلیپی بود که علیه هاشمی رفسنجانی به طور زنده از تلویزیون پخش شد نخواست آن ویدئو رو با هم میبینیم و به برنامه برمیگردیم درسته که من یک نسل سومی هستم درسته که انقلاب و جنگ رو ندیدم ولی اومدم بگم مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل درود بر آقای امام سید علی خامنه و مرگ بر هاشمی رفسنجانی در هر صورت؟ محسنی اجعی در واکنش به سوال خبرنگار به پخش این کلیپ که طی آن در رسانه ملی به یکی از مسئولین ارشد نظام در روز 22 بهمن توهین شده این گونه جواب داد که شخصی این موضوع رو برای من نقل کرد و من از او پرسیدم آیا خودت این تصویر رو از تلویزیون دیده ای؟ او گفت تصویر را ندیده است این تصویر مال الان نیست بلکه سالهای قبل و زمان انتخابات است که عملا محسنی اجعی با این پاسخ گویی یا خیلی هم ناراضی نبوده که علیه این رقیب دیرپای سیاست نیشی به انتشار منتشر شود ادامه می دهیم برنامه امشب رو آن سوی خبر با ماجراهای کشدار مسیحی های قبطی مصری کماکان واکنش رهبران جهان رو در پی دارد تا جایی که علی خامنه نیز درباره عدم تعرض به غیر مسلمانان در ایران سخنانی گفت آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه و در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس گفته است تعرض به غیر مسلمان ها در جمهوری اسلامی ایران هیچ سابقه ای ندارد خامنه ای از نمایندگان اقلیت ها خواسته بود که رواداری جمهوری اسلامی رو نسبت به غیر مسلمان ها در خارج منعکس کنند آیت الله علی خامنه ای در همین میانه دهان به نقد علیه سرزمین مغربی گشود و می گفت شما امروز می بینید در اروپا در آمریکا علیه مسلمان ها چه تبلیغاتی انجام می گیرد بحث این نیست که چرا مسلمان ها آزادی لازم رو در بسیاری از این کشورها ندارند بحث بر سر این است که چرا امنیت جانی ندارند که احتمالا اشاره علی خامنه ای به کشته شدن سه شهروند مسلمان آمریکایی در هفته گذشته در ایالات متحده آمریکا بوده است رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه حمله به مسلمان ها در شهرهای اروپایی خوانده است می گفت که این چون این چیزی در ایران سابقه ندارد یعنی در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان ها هیچ سابقه ای ندارد همان جوان حزب اللهی تند و داغ هم هرگز به خودش اجازه نمی دهد به یک غیر مسلمانی تهاجم و حمله کند و یا مانند اینها کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی آنسوی خبر هستید با یک خبر خارجی منطقی برنامه آنسوی خبر رو پی میگیریم اوضاع یمن وارد بحران های جدیدی شده است جنبش انصار الله کمیته ای رو برای اداره امور یمن تعیین کرد به گزارش خبرگزاری ها نشریه سدیل مسیر چاپ یمن اعلام کرد که کمیته انقلابی یمن وابسته به جنبش انصار الله در نشست امروز خود کمیته عالی پیشبرد امور تشکیل داده است طبق این گزارش ها این کمیته 15 نفر است و برای پیشبرد امور کشور تا تشکیل و آغاز به کار نهادهای دولتی بر اساس بیانیه قانون اساسی فعالیت خواهد کرد. در میان اعضای 15 نفر نام دو زن به نامهای ابتسام و اولیا دخترهای ابراهیم الحمدی و فیصل عبداللطیف به ترتیب رئیس جمهور اسبق و نخست وزیر اسبق جنوب یمن به چشم میخورد طبق ماده دوی بیانیه تشکیل این کمیته نظارت بر ابعاد امنیتی، مالی و اقتصادی کشور و همچنین پیگیری کار وزارتخانه ها و نهادهای کشور و رفع موانع اداری آنان و تأمین کالاهای اساسی بازار بر عهده این کمیته است. آن سوی خبر را با سویه های تازه ای از خبرها پی میگیریم. جدال جمکرانی ها و جمارانی ها که در عهد احمدی نژاد برکشیده شد هموار شنیدنی و هر از نیز منتشر می شود. در خبری با عنوان جمکران است که کشور را حفظ می کند حکایت تازی می از زبان یک دولت زن عهد اصلاحات از کابینه امام زمانی محمود احمدی نژاد که در نشریه اندیشه پویا منتشر شد زهرا شجاعی مشاور خاتمی و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات که سال 84 در فاصله زمانی تغییر دولت مجال این را داشته تا در چند جلسه اول کابینه احمدی نژاد حضور داشته باشد در گفتگویی با شماره 23 مجله اندیشه پویا با ذکر خاطره از جلسات هیئت دولت احمدی نژاد گفته است با شرکت در هیئت دولت نهم تواوت چشمگیر دو کابینه قبلی و جدید رو متوجه شدم از کابینه آقای خاتمی تنها من و آقای شیبانی رئیس بانک مرکزی و دکتر رحمتی وزیر راه حضور داشتیم و آقای مهر علیزاده هم که به کل نمی آمد. فضا سنگین بود. دستور جلسه خیلی ساده بود. آقای احمدی نژاد از روی متن می خاند و هر موضوعی که تمامی شد دعوت به سلوات می کرد و وارد دستور جلسه ی بعدی می شد. نزدیک نیمه شعبان بودیم. آقای مشایی طرحی آورد با عنوان میثاق با امام زمان بیعت با رهبری و یک میلیارد تومان برای شربت و شیرینی در جمکران درخواست بودجه و هزینه کرد ایشان می گفت آقای رحمتی وزیر راه در آن جلسه پیشنهاد خوبی دادن گفتن که شربت و شیرینی که دولتی نیست و نیاز به تأمین اعتبار ندارد و به جای آن می توانید 500 میلیون دیگر روی آن بودجه بگذارید تا ما جاده قم جمکران رو درست کنیم تا مردم در مسیر زیارت آسیب نبینند آقای احمدی نژاد ناراحت شد و اعتراض کرد که این چه تفکری است صدایش بالا رفت که دولت عوض شده و شما فکر میکنید مملکت را وزارتخانه حفظ میکند گفت جمکران است که کشور را حفظ می کند. همچنان بیننده برنامه خبری آن سوی خبر هستید که کاوش و خانشی خواهد داشت بر فراسوی رویدادها و رویکردها زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در اظهار نظری افشاگرانه اعلام کرد وضعیت صنعت نفت اسفناک است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران وضعیت این صنعت را نابسامان و بسیار اسفناک توصیف کرد و گفته است که این وزارتخانه پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد. زنگنه که این اظهارات رو دیروز دوشنبه 27 بهمن در جمع مجلسیان بیان می کرد با ابراز نگرانی از وضعیت اصفناک حاکم بر صنعت نفت هشدار داد که اگر این بند رأی نیاورد دچار بحران واقعی می شویم. جالب آنکه علی رغم چشمانداز ای که وزیر نفت ایران از وضعیت سال آینده ترسیم کرد این بند الحاقی رأی نیاورد و به کمیسیون تلفیق بودجه برگردانده شد زنگنه در اشارتی که بیشتر بوی استیصال و تقاضا میداد میگفت ما نخواستیم در مورد این موضوع و حل مشکل مزاحم مقام رهبری شویم و ترجیح دادیم کار از طریق روال قانونی مجلس پیش برود در همین راستا روزنامه افکار وزیر نفت رو در صفحه نخست نشاند و به نقل از زنگن هشدار میداد که وزارت نفت سال آینده پولی برای سرمایه گذاری در بخش نفت ندارد. وزیر نفت با اشاره به کاهش شدید جهانی قیمت نفت گفت امروز با احتساب نفت چهل دلاری حدود 3 میلیارد دلار می شود که با این حساب وزارت نفت در پرداخت حقوق کارکنان خود هم به مشکل برخورده است چه برسد به اینکه بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم ایشان همچنین امکان استقراض منابع مالی از خارج از ایران رو به دلیل تحریم ها رد کرده بود در حوزه اخبار منطقه‌ای تنش‌های اسرائیل با دولت آمریکا نیز از جمله رویدادهایی بود که در سطح وسیع از سوی رسانه‌ها بازتاب داشت تا جایی که قطع ارتباط آمریکا و اسرائیل بر سر مذاکرات اتمی ایران عنوان اخبار برخی از خبرگزاری‌ها ها بود رسانه های آمریکایی و اسرائیلی از تصمیم کاخ سفید برای محدود کردن تبادل اطلاعات با اسرائیل درباره پرونده و مذاکرات هسته ایران خبر دادند واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارش نوشت که شکاف بیاعتمادی میان اسرائیل و آمریکا در روزهای اخیر عمیقتر شده است به نوشته واشنگتن پست آمریکا مزنون است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اجازه داده که اطلاعات محرمانه مربوط به مذاکرات اتمی ایران به رسانه ها درس کند. نویسنده واشنگتن پست گزارش میداد که تصمیم کاخ سفید برای محدود کردن کانال ارتباطی با اسرائیل درباره مذاکرات ایران به همین دلیل بوده است. بنابر گزارش منتشر در نشریه معتبر واشنگتن پست از جمله اطلاعات درز داده شده موافقت آمریکا با فعال ماندن حدود 6500 دستگاه سانترفیوژ نسل اول ایران به عنوان بخشی از توافق نهایی است که توسط یک رسانه اسرائیلی فاش شد اسرائیل مخالف فعال ماندن سانتریفیوژ ها در هر سطحی و هر گونه قنیسازی اورانیوم در ایران است با افزایش تنشهای اخیر میان آمریکا و اسرائیل و آشکار شدن اختلاف نظر رهبران دو کشور بر سر پرونده هسته ایران کانال دوی تلویزیون اسرائیل روز یک شنبه گزارش داده بود که کاخ سفید تمام راه های تبادل اطلاعات با اسرائیل رو درباره پرونده هسته ای ایران بسته است. کاخ سفید به سرعت این مسئله رو تکذیب کرد اما روزنامه اسرائیلی ها آرتز روز دوشنبه گزارش داد با وجود تکذیب قطع کامل تبادل اطلاعات کانال ارتباطی دو طرف محدود شده است. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش می کرد که آمریکایی ها همچنان مقام های اسرائیلی رو در جریان می اما اطلاعاتی با اهمیت کمتر با آنها می دهند مجددا رویدادی در ارتباط با منطقه اسرائیل و همینطور یمن و ایران در این میان نخست وزیر اسرائیل با ابراز نگرانی از قدرتگیری جمهوری اسلامی ایران می گفت امپراتوری ایران در حال احیاست بنیامین نتانیاهو این سخنان رو دوشنبه در وزارت دفاع کشور اسرائیل بیان کرد سخنان نخست وزیر اسرائیل در آین پایان دوره چهار ساله ریاست جنرال بنی گانس بر ستاد کل ارتش اسرائیل در وزارت دفاع این کشور از رسانه های اسرائیلی پخش مستقیم میشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این مراسم با اشاره به خطرات بزرگی که در منطقه پر از آشوب خاور میانه در کمین اسرائیل است را که خطر ناشی از پیشروی به گفته وی امپراتوری ایران بر منطقه نامیده بود مورد تاکید قرار میداد به گفته نخست وزیر اسرائیل ایران همکنون بر چند کشور و حوزه نفوذی مهم منطقه مسلط شده است لبنان، سوریه، غزه و به تازگی نیز جای پای خود رو در یمن تقویت کرده است بنیامین نتانیاهو از حضور 2000 جنگجوی حزب الله در جنوب سوریه و تبدیل کردن این بخش از سوریه به جبهه تازه ای برای دستاندازی علیه اسرائیل سخن گفت. نتانیاهو همچنین آنچرا که تقویت نفوذ ایران و همپیمانان آن در تنگه بابل مندب نامید یک تهدید اساسی برای منطقه خواند. نخست وزیر اسرائیل می گفت که چهار سال گذشته که چهره خاور میانه دستخوش تغییرات جدی شد چالش های زیادی برای اسرائیل ایجاد کرد اما سالهای دشوار هنوز پیش روی هست به گفته نتانیاهو خاور میانه جایی است که ضعیف را لگد مال می کنند و از این رو می قوی بود <متحدث> و یک گزارش اقتصادی اقتصاد ایران رو بزرگترین اقتصاد بسته جهانی نامید بنابراین گزارش ایران از نظر آزادی اقتصاد در رده 171 قرار دارد و با کره شمالی که دارای بسته ترین اقتصاد جهان است تنها هفت پله فاصله دارد بر اساس این رده بندی ایران در رده کشورهای با اقتصاد سرکوب شده قرار گرفته است این نتیجه در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج آمده است که طی دو دهه گذشته همه سال کشورهای جهان رو از نظر آزادی اقتصادی رتبه بندی می کند. نگاهی به کشورهای حاضر در این رتبه‌بندی و مقایسه بزرگی اقتصاد آنها از منظر تولید ناخالص داخلی این ادعا را که ایران بزرگترین اقتصاد بسته جهان است تایید می‌کند. بنیاد هریتیج مؤسسه ای آموزشی و پژوهشی است که در سال 1973 حدوداً 41 سال پیش راه اندازی شد و گزارش ها و تحقیقات آن به طور عمده با هدف ترویج و اصول اندیشه اقتصاد آزاد تهیه می شود به همین دلیل رتبه بندی این مؤسسه از آزادی اقتصادی دارای اهمیت است و بیشتر از سایر رده ها و گزارش های مشابه مرتوجه محافل علمی و پژوهشی قرار می گیرد در رتبه بندی امسال این بنیاد هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان اعلام شد و کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، استرالیا و سوئیس در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند. ایران با امتیاز 41 بدترین وضع را در بین کشورهای منطقه دارد. متوسط امتیاز کشورهای آزاد نیز 84 است که حدود دو برابر امتیاز ایران است و فاصله زیاد این کشور رو با اقتصادهای آزاد نمایش میدهد. به حکایت بیپایان دیوار کوتاه دانش آموزان ایرانی و ضعف سیستم نظام آموزش و پرورش در حمایت از این کودکان معصوم این بار در کرج دیوار بر سر دانش آموزان مدرسه ای آوار شد و مصدومیت پانزده دانش آموز در کرج رو سبب شد بر سر ریزش دیوار یک مدرسه غیر دولتی در منطقه عظیمیه کرج حدود 15 دانش آموز پسر مجروح شدند به گزارش ایرنا و به نقل از شاهدان عینی این حادثه حدود ساعت یک بعد از ظهر دیروز دوشنبه بر سر ریزش دیوار شمالی حیات مدرسه که حدود ده متر ارتفاع داشت به وقوع پیوست. مستومان این حادثه توسط آمبولانس های مرکز فوریت های پزشکی البرز به بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال یافتند. بر این حادثه دو کلاس درس نیز تخریب شد که به گفته یک کارشناس آتش نشانی این حادثه زمانی رخ داد که دانش آموزان پس از زنگ تفریح در حال ورود به کلاس های خود بودند. این مدرسه حدود 250 دانش آموز دارد. اظهار مخالفت ها حول تمدید احتمالی مذاکرات هسته همچنان از سوی صاحب منصبان دو سوی طرف مذاکره در رسانه ها مطرح می شود در تازه ترین ابراز مخالفت ها علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته است که ایران با تمدید زمان مذاکرات بر سر بردمه اتمی مخالف است. علی لاریجانی در دیدار با وزیر امور خارجه چین با تجلیل از نقش مثبت کشور چین در مذاکرات جاری هسته ای گفته است طرف های مقابل باید اراده سیاسی خود را برای دستیابی به توافق نشان دهند. وزیر خارجه چین نیز در این دیدار با تایید بر حساسیت کشورش از مذاکرات هستی می گفت چین در هر شرایطی به حل و فصل مسالمت آمیزه، موضوع هستی ایران پایبند است و معتقد است باید به راه راهبردی که منافع هر دو طرف را تأمین نماید دست یافت و اما ریزگرد ها در اهواز نیمی از کابینه روحانی رو به بغداد کشند. در این میان سخنگوی دولت از تصویب طرحی برای مقابله با ریزگردها ها در استانهای جنوبی و غربی خبر داد. محمد باقر نوبخت روز گذشته گفته بود که قرار است این طرح در سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا شود. بخشی از این مصوبه شامل احیای طالب‌های استان خوزستان و شناسایی کانون شکلگیری ریزگرد هاست. در همین راستا رئیس سازمان حفاظت از محیط ایران نیز گفته که قرار است بعد از بازگشت اسحاق جهانگیری از عراق اعتبارات لازم و مورد نظر برای مقابله با ریزگردها نهایی و ابلاغ شود از این رو ممکن است تا هفته آینده طول بکشد گزارش شده که حضور وزیر بهداشت ایران نیز در این سفر برای گفتگو با مقامهای عراقی درباره هاست. در همین راستا روزنامه هایی نیز به انتشار مطالب مشابه پرداخته بودند از جمله روزنامه ابتکار مطلب اصلی شماره امروز رو به تصویب یک طرح در دولت با مأموریت پنج وزارتخانه اختصاص داد و خبر میداد که کابینه علیه ریزگردها به خط شد ماجراهای اسیدپاشی اصفهان پس از چند ماه همچنان مورد تحلیل و واکاوی رسانه ها قرار میگیرد در این راستا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران می گفت که در خصوص اسید پاشی یک باور عمومی در مسئولان ایجاد شده است که اگر نیروی انتظامی نخواهد کسی دستگیر نمی شود. بنابر گزارش خبرگزاری ها از جمله خبرگذاری امنیتی فارس احمدی مقدم میگفت که در باور عمومی نیز این امر ایجاد شده ناجا می تواند هر پرونده ای رو کشف کند و اگر نخواهد آن پرونده کشف نمی شود مثل قضیه اسید پاشی اسفهان که انگار ما اسید پاش را در پشتمان پنهان کرده ایم و می گویند ملاحظه کسی را نکنید جالب توجه که به استحضار بینندگان برسانیم که نظر به اظهارات و فتواهای برخی از فقها مبنی بر برخورد با بد هجابی اسید پاشی علیه زنان جوان صورت گرفت که افکار عمومی ایران همان که فرمانده نیروی انتظامی گفت آن را به گروه های خودسر نسبت میدهند و کشف نشدن آمران و عاملان اسید پاشی در اصفهان رو تا کنون بر این بدگمانی ها در واقع دامن زده و به نحوی از آنها تایید کننده بدگمانی است که خود فرمانده نیروی انتظامی نیز اشاره کرد و اما آن سوی یک رویداد ورزشی در باشگاه پرسپولیس مسئولان باشگاه پرسپولیس میگویند برای برون رفت این تیم از مشکلات مالی با حامی مالی جدید به توافق رسیدند بنابر گزارش ها جعفر اشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس دوشنبه شب پس از نشسته هیئت مدیره باشگاه با امیررضا خادم معاون وزیر ورزش در گفتگو با خبرنگاری ها گفت که باشگاه پرسپولیس با حامیان مالی به توافق رسیده اما در حال حاضر نمیتوانم نام آن را بیان کنم از سوی دیگر در آن سوی خبر گروه تحریری روزنامه آرمان نیز با واژگانی تعجب آمیز به تنظیم این خبر پرداخت میخواندیم که شهرام جزایری قرار است مدیر مالی باشگاه پرسپولیس شود آرمان با اشاره به اینکه شهرام جزایری پول هم دارد و مهمتر از آن ذهن خلاق هم دارد مینوشت؟ پس چرا باید تعجب کرد وقتی تیتر یک سایت خبری این باشد که شهرام جزایری در فهرست خریداران پرسپولیس است آنچه که رسانه ها منتشر کردن این گونه بود که یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود به نشریه به نام اصر ایران گفت شهرام جزایری در میان داوطلبان خرید باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران است و با این خبر ورزشی وقت برنامه امشب آن سوی خبر به پایان رسید این جانب از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه که گزارش های تهیه شده از سوی همکاران من از چهار گوشه جهان با موضوعات مختلف است به تماشا بنشینید با شما خداحافظی می کنم با ادامه گزارش های روز در تلویزیون ایران فردا بدرود محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی روز گذشته جزئیات تازه‌ای را از چند پرونده پر و صدای فساد مالی در جمهوری اسلامی را اعلام کرد و از آغاز رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. بنابر گفته های آقای اژه‌ای محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری مانع از ادامه کار قوه قضایی برای رسیدگی به پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی شده است. معاون اول قوه قضایی گفته است پس از روشن شدن پاره ای از اتهامات برای قوه قضایی جلسه با آقای احمدی نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد سخنان آقای اژه‌ای در حالی مطرح شده که پیش از این محمود احمدی نژاد در پی صدور حکم محمد رضا رحیمی گفته بود در جریان اتهامات معاون اول خود نبوده است به این ترتیب سخنان تازه ای آقای اژه‌ای بار دیگر بیش از پیش پای محمود احمدی نژاد را به پرونده رحیمی باز می‌کند آقای اجایی در خصوص رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد گفته است با توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی رود بلکه مستقیما در دادگاه مطرح می شود و مکنون نیست در حال رسیدگی است. آقای اجایی می گوید با وجود مخالفت احمدی نژاد قوه قضایی تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نامهای داوود سرخوش و جابر عبدالی آغاز کرده است. آقای اژهی همچنین گفته است پس از ابلاغ حکم به وکیل آقای رحیمی محمد رضا رحیمی برای اجرای حکم خود را معرفی نکرده است و بنابراین حکم جلب صادر شد و ایشان بازدار شدند به گفته آقای اژهی داوود سرخوش مشکلی در رابطه با دیون خود داشته و برای رفع مشکل حاضر به پرداخت رشوه می شود از او یک میلیارد و پانصد میلیون تومان طلب می شود و وی را پیش آقای رحیمی میبرند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می کند. سخنگوی قوه قضایی در ارتباط با کسانی که از رحیمی پول گرفتند گفته آقای رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالی که این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشتند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون تومان است آقای هم همچنین گفته است حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصیشان محکوم شدند غلام حسین محسنی اژهای در خصوص بحث پولهای تبلیغاتی در انتخابات گفته است این موضوع در حال حاضر در مجمع تشخیص مسلحت نظام مطرح است میخواستند این موضوع را در پرونده رحیمی خلت کنند که ربطی ندارد و ارتباطی با این محکومیت هم ندارد و در خصوص پرونده مهدی هاشمی که در دادگاه انقلاب مطرح است نیز گفته هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده و هر آنچه که این روزها گفته می گمانه زنی است. چرا که هنوز دادگاه رأی را صادر نکرده است در این حال آقای اژهای گفته است که دادگاه مهدی هاشمی تمام شده و وکلای متهم چند روزی فرصت خواستند تا لایه دفاعی را تکمیل و ارائه دهند ویژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران وضعیت این صنعت را نابسامان و بسیار اسفناک توصیف کرده و گفته است این وزارتخانه پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد. آقای زنگنه روز دوشنبه 27 بهمن ماه به مجلس رفته بود تا از بند الحاقی به بودجه سال آینده برای اختصاص 4 ممیز 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرحهای توسعه میادین مشترک دفاع کند. آقای زنگنه هشدار داد اگر این بند رای نیاورد دچار بحران واقعی می شویم. با وجود چشمانداز تیره ای که وزیر نفت ایران از وضعیت سال آینده ترسیم کرده این بند الحاقی که به دلیل مغایرت با برنامه پنجم توسعه نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان بود رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق بودجه برگردانده شد قیمت هر بشک نفت در لایحه بودجه که نیمه آذر ماه به مجلس ارائه شد حدود 70 دلار در نظر گرفته شده بود اما سقوط شدید قیمت نفت به زیر 50 دلار باعث شده است که دولت با الحاق بندهایی خواهان استفاده از منابع صندوق توسعه و همینطور فروش اوراق مشارکت برای سرمایهگذاری در صنعت نفت شود با وجود مخالفت نمایندگان مجلس با برداشت از صندوق توسعه ملی بند الحاقی مربوط به انتشار و فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی در مجلس تصویب شد به باور کارشناسان آثار جانبی کاهش شدید قیمت نفت در کشورهای فروشنده نفت کم کم در حال آشکار شدن است مسئله اول دولت ایران کسری بودجه بود و حالا کاهش سرمایه گذاری در پروژه نفتی نیز با آن افزوده شده است. صحبت های روز دوشنبه بیژن نامدار زنگینه اما در قانع کردن نمایندگان مجلس موثر نبود. با توجه به تحریم های بین المللی ایران فعلا نمیتواند به سرمایه گذاری خارجی دل ببندد. سرمایه گذاری داخلی هم از منابعی مثل سهم وزارت نفت از فروش نفت خام به شدت کاهش یافته است. برای همین وزارت نفت به دنبال متقاعد کردن نمایندگان مجلس به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت برای جبران کمبود سرمایه گذاری است. به این ترتیب به نظر می رسد ثروتمندترین وزارتخانه جمهوری اسلامی نه فقط با کاهش امکان سرمایه گذاری در توسعه و نگهداری صنعت نفت است بلکه حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز دچار مشکل شده است وزیر نفت با اشاره به مصوبه سابق مجلس برای اختصاص 14.5 درصد از درآمدهای نفتی به این صنعت گفته است با احتساب نفت بشکه 100 دلار با فروش 2 میلیون بشکه در روز حدود 13 میلیارد دلار آید وزارت نفت میشد اما امروز با احتساب نفت 40 دلاری حدود 3 میلیارد دلار می شود آقای زنگنه گفته است که با این حساب وزارت نفت در پرداخت حقوق کارکنان خود هم به مشکل برخورده است چه برسد به اینکه بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم او همچنین امکان استخراج منابع مالی از خارج از ایران را به دلیل تحریم ها رد کرد و افزود ما نخواستیم در مورد این موضوع و حل مشکل مزاحم مقام معظم رهبری شویم و ترجیح دادیم کار از طریق روال قانونی مجلس پیش رود به این ترتیب آقای زنگن مجلس را تهدید کرد که برای حل بنبست فعلی چاره جز گرفتن امتیاز ویژه از رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی که صندوق توسعه ملی نامیده می شود نیست. وزارت امور خارجی ایران از در جریان بودن گفتگوهایی میان ایران و عربستان سعودی برای مقابله با تروریسم خبر داده است حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤالی پیرامون دیپلماسی تهران در قبال ریاض به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار منطقه گفت گامهایی برای شروع رایزنیها با عربستان به عنوان یک کشور مهم برداشته ایم معاون وزارت امور خارجه ایران بدون ارائه جزئیاتی از مذاکرات در جریان در میان دو طرف گفت نسبت به استمرار این گفتگوها و آینده رایزنی های دو کشور خوشبین هستیم و معتقدیم تهران و ریاض از ظرفیت های لازم برای کمک به کشورهای در معرض آسیب تهدیدات تروریستی در منطقه برخوردارند افزایش فعالیت های داعش و همچنین انتشار اخباری درباره حضور و کشته شدن نیروهای ایران در عراق و سوریه در ماه‌های اخیر به تنش در روابط ایران و عربستان سعودی دامن زده است. تنش در روابط دو کشور با نزدیک شدن ایران و آمریکا در مذاکرات بر سر برنامه های اتمی ایران آغاز شد و در هفته گذشته با تقاضای عربستان برای دخالت نظامی در یمن به اوج رسید عربستان سعودی ایران را به حمایت از حوسی ها در یمن و دخالت در یمن متهم کرده است نخستین خبرها درباره برخی رایزنی ها میان ایران و عربستان سعودی هفته گذشته در پی دیدار سفرای ایران و عربستان سعودی در بیروت و در جریان برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران شنیده شد معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به وجود کشورهای ضعیف و یا ناکارآمد به عنوان یکی از عوامل گسترش تروریسم در خوابر میانه اشاره کرده است که میتواند اشارهای به بحرین و یمن باشد که دو نقطه اصلی در تنش میان ایران و عربستان است آقای عبداللهیان گفته است افرادگرایی امروز کشورهایی مانند بحرین را به سمت بی ثباتی سوق داده و عجیبتر اینکه برخی بازیگران دولتی با اتخاذ رویکردهای خشونت آمیز خواسته یا ناخواسته فضای این کشور را به سمت ناامنی سوق دادن اینها امری است که به نفع هیچ طرفی در داخل بحرین و یا هیچ کشور دیگری در منطقه نیست امیر عبداللهیان با بیان اینکه برخی بازیگران ای در راستای اهداف خود تلاش می‌کنند با تشدید فاصله میان کشورهای منطقه از وضع موجود بهره برداری کنند در این حال گفت که ما اعتقاد داریم همچنان فرصت‌های سیاسی و دیپلماسی برای همکاری‌های همه‌جانبه ای با هدف مشترک مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و تحقق صلح و ثبات و امنیت وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه همچنین گفته است در قبال تحولات در مصر، سوریه، بحرین و یمن از روش واحد و روشنی در اتخاذ مواضع و اقدامات دیپلماتیک پیروی کرده ایم و در همه این کشورها گفتگوی جامع، فراگیر و مؤثر را یکی از محورهای برون رفت از مشکلات اعلام کرده ایم. سخنان آقای عبداللهیان در حالی مطرح می شود که در هفته های گذشته سخنان چهره های مانند احمد جنتی در ابراز شادی از درگذشت پادشاه عربستان مورد اعتراض مقام های عربستان سعودی واقع شد در طول هفته های گذشته رهبران سپاه پاسداران و چهره های نزدیک به بسیج از ضرورت حمایت و رهبری ایران در آنچه مقاومت اسلامی در کشورهایی مانند یمن و بحرین نام دارد یاد کردند سخنان آقای عبداللهیان نخستین واکنش ایران به تحولات در خاورمیانه میانه پس از صدور قتعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ها در یمن است جنبش ها از سوی ایران مورد حمایت قرار میگیرند بازگیجه جان اصلان دختر جوان و زیبارویی که در برابر تهدید به تجاوز یک مرد مقاومت کرده بود نهایتا با بیرحمی تمام توسط این مرد ترک به قتل رسید و جسدش سوزانده شد بازگیجه جان چند روز پیش از مسیر دانشگاه به مقصد منزل سوار بر مینیبوس مسافربری میشه در این راه مسیر راننده مینیبوس تصمیم به تجاوز به او رو میگیره که با مقاومت این دختر جوان روبرو میشه و نهایتا طی درگیری راننده مینیبوس با ضربات یک لوله فلزی او رو به قتل میرسونه ماجرا البته به همینجا ختم نمیشه این مرد متجاوز پس از قتل دختر جوان جسد او رو به خانه خودش میبره و با همراهی پدر و دوستش اقدام به سوزاندن جسد این دختر میکنن اگرچه تنها سه روز پس از این حادثه پلیس فرد قاتل رو شناسایی و بازداشت میکنه اما خبر مرگ دلخراش این دختر ترک باعث تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف ترکیه شد و میلیونها کاربر شبکه مجازی به روش مختلف با خانواده او ابراز همدردی کردن موضوعی که حتی موجب واکنش مقامات عالی رتبه ترکیه هم شد اما در همراهی با زنان و مردم معترض احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه طی پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده اسکش جان در حالی که به نشانه همبستگی با زنان بر دوش خودش روسری انداخته بود گفت هر دستی که به روی زن بلند بشه قطع خواهیم کرد او گفت بیایید بسیجی رو برای مبارزه با خشونت علیه زنان تشکیل بدیم حتی در جلسه هیئت دولت دوشنبه شب نیز شورای وزیران به بررسی این موضوع پرداخت اما از سوی دیگه رجب طیب الرغان رئیس جمهور ترکیه نیست در یک تماس تلفنی با خانواده مقتول ابراز همدردی کرد و دختر اردوغان به دیدار خانواده مقتول رفت رئیس پارلمان ترکیه رهبر حزب جمهوری خواه خلق شخصیت های سیاسی هنری و فرهنگی و ورزشی بسیاری نیست با فرستادن پیام ضمن اعلام همبستگی با زنان خواستار مجازات فوری عاملان این حادثه شدن روزنامه نگاران بسیاری نیز با پوشیدن لباس سیاه انزجار خودشون را از این اقدام و خشونت علیه زنان ابراز کردند اما مراسم خاکسپاری این دختر جوان در حالی انجام میشد که تابوت او برخلاف سنت رایج بر روی دوش زنان ترک هم شد زنان ترک بدون توجه به درخواست امام جماعت شهر جنازه این دختر جوان رو تا آرامگاه بر روش خودشون هم کردن و به خاک سپردن بر روی این حادثه دلخراش هرچند بسیار تأسف آور بود اما واکنش یک پارچه مردم و دولت ترکیه به موضوع خشونت علیه زنان در کشوری اسلامی بسیار قابل تحمل بود فراموش نکنیم همین چند ماه پیش در ایران به شکل فجیعی به صورت زنان اسید پاشیده شد ولی هنوز عاملان این حادثه بازداشت و دستگیر نشدند و مقامات دولتی موضع قاطعانه در این باره نگرفتند. سهشنبه 28 بهمن وزارت ورزش برای پایان بخشیدن به بحرانی که در هفته های اخیر درباره سرنوشت باشگاه پرسپولیس بالا گرفته است یک مدیر دولتی دیگر را مسئول اداره این باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران کرد فرد جدید محمد حسین نجات فلاح است که قبلا نماینده مجلس و مدیر کل ورزش و امور جوانان تهران و یکی از اعضای دولتی هیئت مدیره پرسپولیس بوده است روز 27 بهمن هیچ کس حاضر نشد در مزایده شرکت کند که سازمان خصوصی سازی برای فروش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برگزار کرده بود. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با فارس در مورد عدم برگزاری مزایده دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس گفت چون پیشنهادی دریافت نشده بود بنابراین مزایده امروز منتفی شد. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفته است قیمت پایه 290 میلیارد تومانی که برای هر کدام از این باشگاه ها در نظر گرفته شده تغییری نخواهد کرد و مزایده در خود سازمان خصوصی سازی برگزار خواهد شد و قرار نیست در بورس یا فرابورس مزایده برگزار شود. همزمان مصطفی هاشمی تبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی گفته است واگذاری این باشگاه ها نادرست است و کسی نمی آید یک باشگاه ورشکسته با 100 میلیارد تومان بدهی را بخرد. البته همین دیشب جعفر کاشانی از مقام های باشگاه پرسپولیس گفته است که یک حامی مالی برای باشگاه پیدا شده که او فعلا نمیتواند از او نام ببرد. معلوم نیست در شرایطی که باشگاه در اختیار وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی است آقای کاشانی چگونه با یک حامی مالی به توافق رسیده است آقای هاشمی تبا میگوید این دو باشگاه غیر از برند چیزی برای فروش ندارند و دو ورزشگاهی که گفته می شود در اختیار این باشگاه هاست نیز سند مالکیت ندارد به گفته آقای هاشمی تبا سازمان خصوصی سازی فقط در حال فروش برند این دو باشگاه است رئیس سازمان خصوصی سازی نیز از فروش برند پرسپولیس و استقلال خبر داد. بنابر اعلام قبلی، خریدار این باشگاه ها باید چهل درصد مبلغ پایه را نقدی و 60 درصد بقیه را در دو سال پرداخت کند. حالا آقای هاشمی تبا پیشنهاد کرده است این دو باشگاه منحل شود، و با تشکیل شرکت سهامی عام افرادی که خواهان خرید سهام این دو باشگاه هستند متناسب با رقمی که در اختیار دارند سهام باشگاه را خریداری کنند البته آقای هاشمی تبا پذیرفته است که این امر نیاز به یک ماده واحده قانونی دارد که باید به تصویب مجلس برسد آقای هاشمی تبا از گماردن مدیر جدید پرسپولیس که با عنوان قائم مقام باشگاه وارد این باشگاه شده است انتقاد کرد و گفت مدیران دولتی مدیران هزینه هستند و نمی توانند برای باشگاه درآمدزایی کنند در حالی که دو باشگاه پرطرفدار نظیر استقلال و پرسپولیس نیاز به مدیرانی دارند که با استفاده از نام و برند این باشگاه و برای تأمین نیازهای آن به درآمدزایی مناسب بپردازند در واقع می خواهم بگویم این دو باشگاه نیاز به افراد بیزینسمن یا مدیران تجاری دارد که بتوانند درآمدزایی کنند رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی همچنین با اشاره به انتخاب نجات فلاح به عنوان قائم مقام جدید باشگاه پرسپولیس گفت وی هم یک مدیر دولتی است مثل علی رزا رحیمی و مدیران دولتی هم صرفا مدیر هزینه هستند آقایان میخواستند نجات فلاح در مسئولیتی باشد و او را آوردند و پرسپولیس را در اختیارش گذاشتند در حالی که او در استان تهران کارنامه موفقی نداشته و حالا چطور مسئولیت باشگاه پرطرفداری چون پرسپولیس را به او میدهند استقلال یا تاج سابق و پرسپولیس مهمترین باشگاه های فوتبال ایران با دهها میلیون طرفدار هستند که در ده سال اخیر با بحران های شدید مدیریتی ناشی از اختلاف مقام های دولتی برای تصرف آن روبرو بودند.